بله چه قشنگی بود. الان من میتونم یک خواهشی بکنم؟ خواهش. علی رضا اینجا نیست. علی رضا جان میخوام یه زحمتی بدم، همچی کوچیک ولی این واقعا خیلی خاطره میمونه، که شما اگه دوتار اینجا داری بله. داری؟ آره. دوتار آوردی؟ این دوتار تو بیار، همین جلگه جاجر مثلا بله. که استاد اسلامی هم اینو میخوندن دیشب، چقدر دلم میخواست که همین داستان جلگه جاجر رو بدونم چیه، که شما الان قصهش هم بگید بعد بزنن به ایشون، اگر که آقای اسلامی نمیدونم صداش الان خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه من حکایت مربوط به جلگه مانه یا جلگه جاجر می رو که یه سوژه کردی هست برسون برسونم، فکر میکنم این موضوع لازمه جلوتر گفته بشه که ابیات کردی بیشتر به صورت سخشتی هستن و این سخشتی ها با تمامی آهنگ های محلی خونده میشن. یعنی مثلا اون چی که مربوط به الله مزاره اگر در لیاره خونده بشه جور در میان و آهنگ جلگه مانه هم باز ابیات مربوط به اون هم باید. این یه صدمه ای وارد فرهنگ موسیقی کرده، ابیات جابجا شدن، از هر کدوم فقط رگه هایی در اصل آهنگ موندن و برای شناختش ما باید همین رگه ها رو بشناسیم و اینها رو به اصطلاح مقایسه بکنیم با حکایتی که گفته میشه و ببینیم چه چیزایی در این آهنگ باقی مونده که خیلی کم مونده. خود این جلگه جاجر اصلا یه محله‌ای هست؟ بله، جاجر یک جلگه در جنوب شرقی بجنور، در جنوب حاشیه‌اش میرسه به کویر و از طرف جنوب شمالش هم که متصل به تپه ماورای چی میشه بجنور میشه، یعنی هم و بخش غربیش هم جنگل معروف گلستانه. بله. یعنی از نظر وضعیت طبیعی هم به کویر راه داره، هم به جنگل راه داره، هم به تپه ماورای طرف بجنور. حالا من معتقدم که به قول آقای مکی که این اعتقاد رو هم بنده از ایشون گرفتم، جالبه بگم که وضعیت طبیعی هم در به اصطلاح کار موسیقی در خلاقیت آهنگ ها تأثیر داره. بله. مثلا کویر بیرجن یه تأثیری در موسیقی خودش میذاره. صد درصد. بله. یا مثلا کوهستان های شمال خراسان یه تأثیر خاصی در موسیقی خودش میذاره. آهنگ جلگه جاجر به این صورته که باز باید برگردیم به گذشته، وقتی مرزهای اینجا ناامن بودن به اصطلاح استناد به تاریخ اصطلاح کشور خودمون. بعد یه دست کردای شیعه مذهب رو در دوره صفویه آوردن در اینجا، قبلا
ارتش منظم و مثلا به این صورت حالا دارای لباس فرم و اینا نبودن. عشایر هم زندگی عشایری داشتن هم نیروهای جنگی حکومت به حساب می آمدن. کردها که آمدن اینجا به همین حالت برای مراقبت از مرزهای شمالی خراسان با ترکمنا، با ازبکها، با قزاقها، با اینها درگیر بودن، درگیری های سیاسی داشتن و این درگیری های جنگی و سیاسی هم باز در موسیقی تاثیر خاص خودشو گذاشته. چیزی که ما تونستیم در منطقه آشخانه به اصطلاح تحقیق کنیم به دست بیاریم، آهنگ جولگه مانه به این صورته که ترکمنا حمله کرده بودن، مردم کردی اینجا از هم که به عنوان مرزدار یا مرزبان هم وظیفه داشتن همیشه با تعداد کم در مقابل تهاجم‌های تعداد بیشتر ازبک‌ها به خصوص ترکمن‌ها قرار داشتن. ترکمن‌ها که حمله می‌کنن، وقتی ترکمن‌ها حمله می‌کنن یه چند تا سوار به اطراف مثلا فرستاده می‌شدن که الامان الامان، یعنی که این اسم رمز الامان یعنی ترکمن حمله کرده، هر کس هر جایی هست باید خودشو برسونه به اون جبهه اول به اصطلاح جلوگیری و اینا. سعی میکردن که کوچهای خودشون و چادرهای خودشون و زن بچه خودشون هم از صحنه دور کنن. بله دیگه، از بلا، بعد از این به اصطلاح تهاجم دور بشن. دو تا جوان دلاور و خیلی مرد بودن که اینها هر دو علاقمند به یه دختر بودن، دوتاشون هم با هم برادر خونده بودن. در فرهنگ قدیم ما که در کردی هم باقی مونده، اگر برادری بمیره برادر میتونه با زن برادر مردش ازدواج کنه، ولی برادر خونده نه. بعد برادر خونده نمیتونه ازدواج کنه، اینقدر نزدیک میگیره. یا وقتی عروسو از خانه میبرن بیرون، اینجا رسمه که یه شالی به کمر عروس میبندن، یه تکنان و یه قاشق و اینها مثلا مثلا مظاهر متبرک زندگی هستن. اینجا برادر هم نامحرمه برای بستن کمر عروس، فقط برادر خونده. اینقدر این برادر خونده اعتبار بیشتر، نزدیکی بیشتر، اینقدر نزدیکی، این محرمه میتونه بره ببنده این که و این به اصطلاح اینو به اصطلاح کردی هم براکه میگن. براکه، براکه، بر براکه، همین برادر خونده خونده رو براکه میگن. این دوتا با هم براکه بودن، هر دو هم علاقمند به یه دختر، هر دو هم اینو محفوظ نگه داشته بودن. مردم میدونستن، خودشون نمیخواستن به روی هم دیگه بزنن. اینو وقتی ترکمن ها حمله میکنن که سواره ها پخش میشن برای اطلاع مردم الامان الامان، یکی از اینها آماده میشه که بره به جبهه برای جلوگیری سوار بشه. برای برادر خوانده خودش سفارش میکنه که به این صورت تو کوچه ها رو را بینداز، بعد دختر را هم با خودت بردار، به جلگه مانه برو. به این طریق اعلام میکنه که من از خواست خودم گذشتم، اینو به تو بخشیدم در عالمه. حالا خودشم درست معلوم نیست، یعنی کسی که برای ما تعریف میکرد نگفت که این جوان مرد میره کشته میشه یا زنده برمیگرده. اینجا یه قضیه برای ما مبهم مونده و رگه ای از این داستان که در آهنگ باقی مونده میگه که منو تک و گرد براکه دوان هلی جورا بار کرد، نری قمر پیشه کرد شونی کچکه لسر چکه. منو تو که با هم برادر خونده هستیم، شطرها را بیار و کوچها را بنداز، اون شطر نر قوی را جلودار کوچ قرار بده، جای دختر را هم روی پشت مثلا همون شطر انتخاب کن. بله، یعنی اینکه دختر مال تو، دختر مال تو. بله، عجب. بعد این از خودگذشتگی طبیعیه دیگه، در مثلا روحیه یک
هنرمند موسیقی که روی لطیف و حساسی داشته تأثیر میذاره و ابیاتی درست میکنه و آهنگی بله. درست میکنه حالا باقی میمونه یه فضاکاری خیلی قشنگه. شیرانی خبلاکه یعنی شیرینی خوری تا را بنداز مراسم ازدواج تا را بنداز با دختر داره که میگم من نیامدم این کارو یعنی که من نمیام نباشیم برم مردن هبو لیلی 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 ما بین وطن و مندل هبو خده و بین وطن و قرآن بکر عزیز بیده ند و تا جان خواه عزیز جان بکن فدا نرم و منه نرم و جون گرد جا درم نان آنی نبرم Oh.